Välkomna till Studio Sverige. خوش آمدید به استودیو سوئد. Vi är så glada för de rapporter vi får från Iran. ما بسیار شاد هستیم از گزارش‌هایی که از ایران برای ما میاد. Att Guds ord går in. که کلام خدا وارد می‌شود. Verkar till det ämnat till. و به اون چه که اون فرستاده شده است عمل می‌کند. Idag ska vi tala om Guds favör. امروز می‌خوایم در مورد لطف خدا صحبت بکنیم. Det står i apostlagärningarna att Petrus när han hade sin första predikan. در اعمال رسولان کتاب اعمال رسولان نوشته شده است که وقتی پتروس اولین سخنرانی خود را داشت. Så blev 3000 frälsta på ett och samma möte. 3000 نفر در همان جلسه ایمان آورد. Det var Petrus absolut allra första predikan. و این اولین موعظه پتروس بود. Han som du vet var så feg så att han vågade inte vara när Jesus skulle korsfästas. و می دانید که اون چقدر ترسان بود وقتی که عیسی رو دستگیر کردن ترسید که حتی در محل مصلوب شدن عیسی باشن. Det kan inte vara så att det var Petrus egen skicklighet som gjorde att folket fick ett styng i sina hjärtan. این مهارت پتروس نبود که وقتی که موعظه کرد مردم جریحه دار یا دلریش بشن در اون. و دار روپا فرو وات اسکو وی گورا پتروس. و اونها مردم همه فریاد کشیدن گفتن ما چه بکنیم ای پتروس. آن فیکس اوت نی بوی وندا اومو بی فرلستا. و او به آنها گفت که شما احتیاج دارید که توبه بکنید و نجات یابید. و دی واد وات پتروس وا اندر گودز فاور. این به خاطر این بود که پتروس زیر لطف خدا بود. Det är det vi ska tala om idag. و می خواهیم در این مورد ما امروز صحبت بکنیم. Vi läser från Efesierbrevet 2 vers 8. از افسوسیان فصل دوم آیه های 8 تا 10 می خوانیم. افسوسیان 2 آیه های 8 تا 10. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد، زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. استور ام نود. پس در مورد فیض نوشته شده است. Man kan också översätta det här ordet nåd med välvilja. فیض را می توانیم اینطور ترجمه بکنیم مثلا با حسن نیت، خیرخواهی، بهاگ، اینست، eller favör، خوشنودی، مرحمت و یا کلمه لطف. و man kan säga att det här väcker glädje. و می تونم بگم که این بیداری رو در ما بیدار شادی رو در ما بیدار می کنه. En glad överraskning. یک شادی غافلگیرانه رو در ما به وجود میاره. En oväntad och oförtjänt favör. و یک لطف بدون انتظار و غیر مستحق رو. Och det ordet är släkt också med Guds välsignelse. و این کلمه همچنین هم خانواده کلمه برکات الهی هست. Som betyder Guds godhet i handling. که برکات الهی به معنی نیکویی الهی در حال کار، در انجام، در حال انجام. Så favör med Gud, det är något som är när något större händer än vad det människor som står i det kan åstadkomma. پس لطف با خدا داشتن یا مورد لطف خدا واقع شدن این است که وقتی که یک انسانی در زیر لطف خدا هست در حال انجام کار خدا میشه. Gud vill ge dig och mig sin favör och sin välsignelse. خدا میخواهد فیض خود برکات خودش را و لطف خودش را به من و تو عطا فرماید. För vet du vad han har bestämt om dig? میدونید که در مورد شما خدا چه چیزی را تصمیم گرفته است؟ Att du ska bära mycket frukt. که شما میوه و ثمره بسیار بیاورید. Och för det behövs Guds hand över våra liv. و به خاطر به این منظور برای حاصل کردن این منظور میبایستی که دست خدا لطف خدا میبایستی که بر روی ما باشه. Hur kan vi då ta emot Guds favör? چطور ما میتوانیم لطف خدا را پذیرا شویم؟ Mycket enkelt. بسیار آسان. Låt honom bara göra det. Bogzarid o anjam. När du tar emot Guds favör så är det ingenting som du har förtjänat. وقتی که شما مورد لطف خدا واقع میشوید این چیزی نیست که شما مستحقش بودید. Det är bara nåd. این فقط givet till dig. فیض است که به شما عطا شده است. Det enda du behöver göra det är att ha ett hjärta
hjärta som behagar Herren. تنها کاری که شما میباید انجام دهید این است که یک دلی داشته باشید که خدا را خوشنود سازد. Vi läser andra krönikeboken 16 och vers 9. در دوم تواریخ رو میخوانیم از فصل 16 باب 16 دوم تواریخ 16 و آیه 9 رو میخوانیم. زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد میکند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. Skall hjälpa dem. نوشته شده است که قوت خیش را به آنها که با او هم یک دل هستند نمایان سازد یا به اونها کمک رساند، یاری رساند. Det är favör. این لطف است، لطف خداست. Så Herrens ögon han tittar över hela jorden. پس نوشته شده است که چشمان خداوند در سراسر زمین för att han med sin kraft نگاه میکند تا او با قدرت خودش ska ge favör لطف عطا فرماید till den som ger sig hän åt honom. لطف بده به آن کسی که خودش را به او تسلیم میکند. Vi läser första kungaboken också 8:61. همچنین از اول پادشاهان 8 و 61 میخوانیم. اول پادشاهان 8 و 61 آیه 61 میفرماید پس دل شما با یهوه خدای ما کامل باشد تا در فرایض او سلوک نموده اوامر او را مثل امروز نگاه دارید. Låt era hjärtan vara hängivna. بگذارید دل شما با خدا کامل باشد، یعنی دلتون را بسپارید به خدا. Ordet ge sig hän eller hängiven. دل کلمه کامل باشد یا تسلیم شده باشد. Till också den hela och odelade hängivheten. یعنی که تسلیمی کامل و بدون دودلی. Att vara helt med Herren. که کامل باشیم با خدا. Och det är ett hjärta som behagar Herren. و این دل هست که خدا را خوشنود می‌سازد. یک دلی. Det betyder inte att jag är syndfri. به این معنی نیست که من بدون گناه باشم، از گناه آزاد و مبرا. Men det betyder att jag har en villighet att leva ett rätt liv. بلکه به این معنا هست که من میخواهم، یک خواستنی در من وجود دارد که بخواهم یک زندگی صحیحی را انجام دهم. Och här kommer Guds nåd mig till hjälp så att jag kan leva helhjärtat med ett hjärta som behagar Herren. اینجا هست که فیض الهی میآید به کمک من، به یاری من برای اینکه من بتوانم یک زندگی صحیح و کاملی را با خدا بگذارم. من فقط دارم حساب که نمی‌خواهم سکت نیو. من می‌خواهم الان جمع‌بندی کنم همه اون چرا که تا به حال گفتم به شما. Eftersom det är nyckeln till att Guds favör och Guds hand ska vara med i ditt liv. چون که کلید این که دست خدا و فیض الهی و رحمت و لطف خدا می‌خواهد بر روی زندگی شما باشد در این است. Ett hjärta som är hängivet. یک دلی که تسلیم شده باشد. Ett hjärta som ger sig hän till Gud. دلی که خودش را بسپارد به خدا. Ett hjärta som älskar Gud av hela sin kraft och hela sitt förstånd. دلی که خدا را با تمامی قوت و با تمامی فهم و درکش دوست بدارد. Trots sina egna svagheter. با در نظر گرفتن البته ضعف هایی که هر کسی دارد، ضعف انسانی. Ett sådant hjärta söker Gud för att han ska بیستو مسین کرافت. یک همچنین دلی را خدا به دنبال می‌گردد تا اینکه قدرت خودش را کاملا به او عطا فرماید، حمایت خودش را از آسمان به او بدهد. دن کرافتن دن فاورن تار دو بارا ایموت. این قدرت و این لطف را شما فقط می توانید پذیرا شوید. یوتن ایگنا انسترنگنینگ. بدون اعمال خودتون یا اینکه بدون اینکه خودتون بخواید اون را حاصل کنید. یوتن ایگنا یانینگار. بدون کارهای خودتون. Av nåd tar emot det. فقط محض فیض اون رو ما می توانیم دریافت کنیم. آمین. He's in the midst of thee.
Din favör började när du blev frälst. لطف شما که مورد لطف واقع شدید از آن وقتی شروع شد که شما نجات یافتید، ایمان آوردید. Du kom från mörkret till ett liv av ljus. شما از تاریکی به یک زندگی در نور وارد شدید. Inte för att du hade förtjänat det. نه به خاطر اینکه مستحق بودید. Det var Guds favör. بلکه لطف خدا بود. När du gensvarar i tro och lydnad. وقتی که در ایمان و اطاعت اون رو جواب میدهید. Och vände om och blev ett Guds barn. و توبه میکنید و فرزند خدا میشوید. Så blev Guds välsignelse din arvedel. برکات الهی ارث شما میشود. Vi läser Efesierbrevet 2:8. ما از افسسیان میخوانیم فصل دوم و آیه هشتم. افسسیان 2 آیه های 8 تا 10 میخونیم. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. هستیر پسیس دی از ساخت. در اینجا دقیقاً همون چیزی که من گفتم رو میبینید. تو بی فرلز دام نود. شما از فیض، محض فیض نجات یافتید. اوف گودا یانیار. و نه از اعمال نیک خودتان. سن یو وی گودا یانیار دفر ات وی السکر گود. بله اعمال نیک انجام میدهیم به خاطر این است که ما خدا رو دوست میداریم. من فوانلر اینت مین ریلاسیون تیل گود. ولی کن اعمال نیک رابطه من رو با خدا متحول یا تأثیرگذار نخواهد بود. نود بلیو یا فرلز. بلکه محض فیض یعنی بخشش رایگان نجات یافته. و سه واره م اسرائیل گاملا تستامنتت. همینطور برای اسرائیل بود در یا بنی اسرائیل در عهد عتیق. گود فرده دم اوت اور فانگنسکاپن و مرکرت تیل ان گمنسکاپ می گود. خدا آنها را از اسارت، از تاریکی، از ظلمت آنها را آورد به مشارکت با خودش در نور. دم هاد فاور میگه. آنها لطف خدا را داشتند. سیالا اندر ایجیپتن. همه معجزاتی که در مصر انجام شد را می توانید ببینید. بدون یک ینم رودا هاوه. که چطور آنها از دریای سرخ عبور کردند. دم تاشتیگه و موسی فیک اوردر اف گود سلو پو کلیپان و اوت اور دن استرماده لیوانده واتر. آنها در صحرا تشنه بودند و چطور موسی این امر خدا را گرفت که بر صخره بکوبد و از آنجا آب جاری شود و آنها سیراب شد. هر روز کندرم اتا مانا سوم دم پلوکاده پو مارکن. هر روز منای آسمانی رو از خداوند از آسمان میریخت بر روی زمین و آنها می توانستند برند و اون رو جمع بکنند. و دو اسم اسکوماکره. و شما که کفاش هستید. Tänk vilka skor. Fick på kunnat check kaffs höj. Vad välsignade de var. چقدر اونها مبارک بودن. 40 år vandrade med öknen och skorna blev inte ens utslitna. در خلال 40 سال اونها در روی در این صحرا راه رفتن و کفش هاشون خراب نشد. و ingen av dessa miljoner människor var sjuka eller svaga. و هیچ کدوم از این میلیون ها آدمی که آمدن بیرون از اسارت از مصر و در صحرا سینا بودن هیچ کدومشون مریض نشدن. چطور این ممکن است؟ چون که دست خدا بر روی آنها. De hade favör med Gud. آنها در مورد لطف خدا واقع شده بودند. و ده هر هده گود تنکت ات اسکولن فورسیت واندرا ای. و البته خدا فکر کرده بود که اونها ادامه بدن و در این راه روند راهپیمایی کنن در این لطف خدا. و ده اندا دم هده بفت گورا ده وا فورسیت واندرا ای شالیک تیل گود. و کاری که می بایست انجام دهن این بود که در محبت با خدا رفتار کنند. ات واندرا ای لیدنت و ات هیرتا سم بهاگاده هرن. که در اطاعت با خدا باشن و در دلی که خدا رو خوشنود می‌سازن. میکن دو تنکا دی. ولی میتوانید فکرشو بکنید. دون والد ان انان وگ. اونها یک راه دیگری رو انتخاب کردن. و دو استوری نیا تستامنتت ای فرستا کورینتبریو 10. و نوشته شده است در عهد جدید در اول کورینتیان. و نامده اکسمپل فور دی و می. این یک نمونه اختار دهنده است برای من و تو. باشه گود و لسته که میخوانیم از اول قرنتیان فصل دهم آیه های 1 تا 11. ای برادران، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بیخبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردن، همون منای آسمانی، و از آب روحانی می‌نوشیدن، زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدن و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سر تا سر بیابان پراکنده شد.
همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنان که کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند، نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. So det här är för oss ett varnande exempel. پس این برای ما یک نمونه اخطار دهنده است. Gud var så ledsen. خداوند بسیار غمناک بود. Även om han hade velat att hans välsignelse skulle vara över dem. حتی اگر که او میخواست که برکات او بر روی آنها قرار گیرد. Så var det omöjligt. بلکه غیر ممکن بود. Vi läser också psalm 95. همچنین مزمور 95 رو میخوانیم. کتاب مزامیر مزمور 95. آیه های 10 و 11. 40 سال از آن قوم محزون بودم، خداوند میگوید، و گفتم قوم گمراه دل هستند که طرق مرا نشناختند. پس در غضب خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد. Gud vill att vi ska fortsätta vandra i Guds välsignelse. خداوند میخواهد که ما در برکات الهی، برکات خدا بتوانیم راه برویم. Inte bara bli frälsta och så stanna där. نه اینکه فقط نجات یابیم، ایمان آوریم و در اونجا بیستیم. Utan han vill att vi ska bo, uppehålla oss i denna favör. بلکه خدا میخواهد که ما زندگی کنیم و خودمون رو نگه بداریم در این لطفی که مورد ما واقع شده است بر ما. Och jag sagt det tidigare. و همینطور که قبلا گفتم. Gud ser inte till allt vi gör som är bra. خدا به همه آنچه که ما انجام میدهیم و نیکو است به اونها نگاه نمیکند. Han ser till hjärtat. بلکه به دل نگاه میکند. Vad Gud söker är hjärta som behagar honom. آنچه که خدا میجوید دلی هست که خدا را خوشنود میسازد. Till det hjärta strömmar Guds favör och välsignelse. و به یک همچنین دلی هست که لطف الهی و برکات الهی جاری میشود. En sån person var David. یک همچنین شخصی مثلا داوود بود. Låt oss läsa Psalm 63. بگذارید از مزمور 63 بخونیم. کتاب مزامیر مزمور 63 و تمامی اون رو میخونیم. ای خدا تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. این مزمور داوود هست که این رو نوشته است. ای خدا تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو، در زمین خشک تشنه بی آب. چون که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم، چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است، پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خوان. از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خوان و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. جان من سیر خواهد شد چنان که از مغز و پیه، و زبان من به لبهای شادمانی تو را حمد خواهد گفت. چون تو را بر بستر خود یاد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم، زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد. جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است. و اما آنانی که قصد جان من دارند هلاک خواهند شد و در اسفل زمین فرو خواهند رفت. ایشان به دم شمشیر سپرده می شوند و نصیب شغالها خواهند شد. Det här var Davids hjärta. این دل داوود هست. Han törstade efter Herren. تشنه خداوند هست. Han var så hungrig på Gud. آنقدر گرسنه خدا بود. Och tidigt på morgonen så sökte han Herrens ansikte. نوشته شده است که سحر، هنگام سحر، صبح زود روی خدا را می جویید. Jag vill rekommendera dig börja morgonen med att söka Herrens ansikte. من واقعا شما را معرفی می کنم که صبح های زود بیدار شوید و روی خداوند را بجویید. Det är så när vi söker Herren i bön och gemenskap både enskilt och i grupp så förvandlas våra hjärtan. وقتی که ما روی خدا را میجوییم، چه به طور تک نفری و چه در مشارکت و در جمع، اونجا هست که ما متحول میشویم و دگرگون میشویم. Det är inte så
att Gud förändras utan det är du och jag som förändras. این نیست که خدا تغییر یابد یا عوض بشه بلکه من و تو هستیم که متغیر میشویم. I bön och gemenskap med Gud så är det som att Gud mejslar oss och förändrar oss så vi får ett hjärta som behagar honom. در دعا و همنشینی با خدا هست در دعا و مشارکت با خدا هست که خدا دل ما را آنچنان می سازد که ما دلی باشد که خدا را خوشنود سازد. Utifrån det hjärtat kan Guds nåd och favör flöda hur starkt som helst. از آن دل هست که فیض خدا و برکات خدا و رحم و لطف خدا هست که جاری می شود در اونجا و به بیرون جاری. Det finns ingen gudsman eller gudskvinna i kyrkohistorien som inte haft ett starkt böneliv. هیچ مرد خدا یا زن خدایی در تاریخ کلیسا نیست که در خدمت قدی باشد و دعا و مشارکت و همنشینی با خدا به طور قدی نداشته باشد. تن فرد آن من تیتر پا دم سم گود ها کنه انوند اکسترودینر سا ار فر ام ها هفت جرتا سم باگا گود و رم ها یت مکه تید ای یمینسکاپ می گود. وقتی که نگاه میکنیم در تاریخ کلیسا و کسانی رو میبینیم که خدا از آنها به طور قوی استفاده کرده است، آنها کسانی هستند که وقت صرف میکنند در دعا و در مشارکت و همنشینی با خدا وقت میگذارند. I den här bön i gemenskapen med Gud så blir ens inställning jag vill inget hellre än att behaga Herren. در این مشارکت دعایی است که با خدا که در اونجا اون دل مبدل می شود به دلی که فقط می خواهد که خدا را خوشنود کند. Det betyder att jag förminskas och Herren blir större. و به این معنی می شود که من کوچک می شوم و خداوند بزرگتر و بزرگتر. Det finns bara Jesus som betyder något för mig. و در پایان تنها عیسی هست که برای من معنا دارد. Hans favör kan flöda över mitt liv. و لطف او می تواند بر روی زندگی من جاری شود. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse. پس آرزو می کنم برکات غنی خداوند را. Hans favör får flöda över ditt liv. که لطف الهی بر روی زندگی شما جاری شود. Mitt i den situation du är i. درست در میان اون شرایطی که درش هستید. Så Gud välsigna dig. از خدا برکت دهد شما را. Gud välsigna Iran. خدا ایران را برکت دهد. Stark beröring av Herren. با لمس خود خداوند. خدا حافظ. خدا حافظ. Vi är så tacksamma till Gud för alla våra tittare in i Iran. ما خدا را بسیار شکرگزار هستیم برای همه بینندگانمون در ایران. Vi får såna glädjerapporter om många som blir frälsta varje månad. و هر ماه خبرهای خوشی میشنویم از بسیاری صدها نفری که در به خداوند ایمان میآورند. Men det har också gjort att det finns ett behov av mera program med undervisning. ولیکن این نیازهایی رو ایجاد کرده است که در مورد تعالیم هست. Därför har vi på vårt hjärta starta en tvåårig bibelskola. برای همین در دلمون ایجاد شده است که یک مدرسه انجیل یا مدرسه کلام خدای دو ساله احداث بکنیم. Som då skulle sändas en timme i veckan. که میخواییم که یک ساعت در هفته. Men också ett program som tar upp lovsång och tillbedjan. باشد و همچنین میخواییم که یک کلاسهایی باشد در مورد پرستش و سرودهای تسبیحخوانی. Och sen en speciell företagsskola. و یک مدرسه تجارت و بازرگانی مخصوص. Som ska hjälpa våra iranska tittare att kunna starta egna företag och lyckas bra med det. که بینندگان ما را کمک خواهد کرد که بتوانند بزنس های خودشون رو و شرکت های خودشون رو بتونن احداث بکنن. Många är fattiga och många har ekonomiska problem. بسیاری با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه هستند و فقر و غیر و غیر. Många blir av med sina jobb för att de just har blivit kristna. خیلی ها شاید از کارشون از دست بدن به خاطر اینکه به عیسی ایمان آوردن. Men vi har tyvärr inte de ekonomiska möjligheterna att själva göra det. ولی متاسفانه ما این امکانات مالی رو نداریم که انجام. Men här kommer du som tittare in. و اینجا شما که بیننده هستید شما وارد میشوید. Du kanske är iranier som bor utanför Iran. شاید شما ایرانی هستید که بیرون خارج از ایران. Och du känner Guds ande rör vid dig att så in i detta arbete. و حس میکنید که روح خدا شما رو لمس میکند که در این کار بتوانید بکارید. Så att vi kan ge Guds ord in i Iran.
ایران تا ما بتوانیم کلام خدا را به داخل ایران برسانیم. Du kan ringa det här telefonnumret som du ser på skärmen. شما می توانید به این شماره تلفنی که بر روی صفحات تلویزیون هست میتونید بنویسید. Eller gå in på våran hemsida. زنگ بزنید و یا اینکه وارد صفحه اینترنتی ما بشید. Klicka på partner. و کلیک بکنید اون اشتراک رو با ما. Vi har sagt så här att vi har fått ett antal skivor utav Per Sörtorp. ما یک تعدادی از این سیدی هایی رو گرفتیم، سیدی های پرستشی هست به زبان انگلیسی از آقای پر سورتون. Och du har säkert hört honom i olika program. حتما شما ایشون رو شنیده اید در برنامه های مختلف ما. Vi har sagt att du får en sån här. و تصمیم گرفتیم که یک همچنین چیزی رو به شما تقدیم کنیم، یک همچنین سیدی. Om du ger en engångsgåva på 1000 kronor eller 115 euro. هدیه ای برای ما بفرستی به مبلغ 115 یورو و یا 1000 کرون به بالا. Eller om du varje månad vill ge 200 kronor. و یا اینکه میخواهید که مشترک ما بشید و هر ماه 200 کرون و یا 25 یورو. Motsvarar 25 euro. که همون به موازات 25 یورو هست. So fråga Herren vad du ska ge. پس از خدا بپرسید، از خداوند ببینید که چطور میتونید از این کار حمایت بکنید. Gud vill signa varje givare. خدا برکت بدهد همه بخشنده های شاد. Guds ord talar om att så in i Guds rike. کلام خدا میگوید که در پادشاهی خدا بکاریم. Kommer att vill signa tillbaka. و برکات رو درو خواهیم کرد. So Gud vill signa dig. پس خدا برکت بده شما. Victory from Calvary. The only truth that sets you free. Bringing full salvation. Perfect restoration from our God. Name above all other names. Name above all other names.